سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت حکم بدوی حمید بقایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در تجدید نظر دیوان عدالت اداری رد شده است. محسنی اژه‌ای افزود پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد و هنوز نهایی نشده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فائزه هاشمی نیز گفت پرونده به دادگاه ارسال. پرونده زمینخواری بازار تهران تا پیگیری ماجرای خمینی شهر. امروز هم خبرنگارا سوالات حوزه قضاییشون رو به ساختمان خیابون آذربایجان بردن. صحت و سقم خبر جنجالی زمینخواری در بازار تهران از جمله این سوالا بود. ماجرای این خبر از این قراره که سرمایه‌داری 7 سال پیش در حالی حدود 8000 متر زمین از زمینای اطراف امامزاده زید در بازار تهران رو از آموزش و پرورش به قیمت 6 میلیارد تومان خریده که اداری اوقاف اعلام کرده بود این موقوفات متعلق به امامزاده زید و معامله از اساس غیرقانونی و غیر شرعیه. ضمن اینکه 6 میلیارد تومان برای 8000 متر زمین در بازار تهران هم کلی حرف و حدیث داره. اژه‌ای با تشکر معنادار از رسانه‌ای شدن این خبر درباره اون گفت به محض اطلاع با دادستان تهران تماس گرفتم و اونا هم در تعقیب مسئله هستن که حالا نتیجه نهایی انشاءالله بعد از بررسی هاست. من الان نتیجه نهایی رو نمیتونم بگم تخلفی صورت گرفته یا نه، اگر گرفته چقدر و توسط چه کس یا کسان. دستگیری و احضار برخی مدیران سابق ایران خودرو به دلیل مسائل مالی هم به این نشست خبری کشیده شد که اژه‌ای توضیح داد در این پرونده افرادی احضار و برای تعدادی قرار صادر شده که برخی از اونها تا زمان دادن وثیقه یک یا دو شب در بازداشت بودن و برخی هم نتونستن وثیقه رو تأمین کنن. برخورد قاطع با اراذل و اوباش که یکی از مهمترین محورهای فعالیت دستگاه قضا در سال جدید هم با دو پرونده اخیر متجاوزین خمینی شهر و حمله به روحانی امر معروف به نشست خبری امروز اومد که سخنگوی دستگاه قضا در جواب از حکم 5 متهمی که در رابطه با پرونده متجاوزین خمینی شهر دستگیر شدن و اونهایی که مورد پیگرد هستن گفت اون افرادی که این جنایت رو مرتکب شدن با جدیت، با قاطعیت، با سرعت توسط دستگاه قضایی، توسط دادستان و توسط نیروی انضباطی تعقیب شدن، تعدادشون دستگیر شدن، تعداد شناسایی شدن ولی هنوز دستگیرشون در حال تعقیب هستن و یقینا هم خب بر اساس اون مقدار جرمی که براشون محرز بشه در دادگاه مجازات خواهند شد. این نوع جرائم هم چه در این پرونده چه پرونده های مشابه ما خارج از نوبت رسیدگی میکنیم. اژه‌ای درباره روحانی که چند روز قبل به دلیل امر به معروف و نهی از منکر در خیابون شریعتی مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفته و به شدت آسیب دیده بود هم خبر داد که در رابطه با این پرونده تا به حال دو دختر و دو پسر دستگیر شدند و پرونده در حال رسیدگیه.